سلام دوست عزیز، به کانال سهروان شیرزاد خوش آمدید. امروز برای شما طرزه شوربای کوفته را آموزش میدم. امیدوارم توجه شما دوستان قرار بگیره. حال نوبت خود کوفته رو تیار بسازیم. مواد لازمش: پیاز 3 عدد رنده ساختیم، زردک 1 عدد رنده ساختیم، کچالو 1 عدد خرد ایرم رنده ساختیم، گوشت کوفته 600 گرم، سیر 3 دندانه اورم رنده ساختیم، نوک قاشق مرچ سیاه، قدر ضرورت نمک. تمامش رو مکس می سازیم. به ترتیب تمامش رو مکس می سازیم. خوب مکس ساخته می شد. می مانیم شو برای 10 دقیقه تا استراحت کنه. تمام مواد به خود یکی دیگه بره. بعد از اون کلولش میکنیم. به می اندازه. 10 دقیقه گذشت. به این اندازه تمام شد. گلوله می سازیم. نوبت لعاب گوشت کوفته است. اندازه گیلاس روغن می سازیم. پیاز متوسط رنده می سازیم. با ترتیب اضافه می کنیم. یکنیم قاشق ربع امروی سه قاشق آب گرد می کنیم. بلو بلو می کنیم. پیاز متوسط رو یک کاسه آب مشلوه می کنیم. کاسه رو آزده چوبه رو میدازم، یک کاشو چای خوری مکسش میکنیم، مقدار یک کاشو چای خوری مرچ سیاه، لوب میدازم، قدر ضرورت نمک رو بندازیم، اندازه نیم لیتر آب بندازیم و کمیم ادویه قورمه اندازیم یک قاشق، چای خوری لوب آماده است. فقط کم نیم لیتر آب بندازیم. لوب آماده است، جوش آمد. یک لیتر آب بندازیم، جوش آمد. لعاب شوربای گوشت کوفته آماده است. آماده ساختیم. به ترتیب حالا به لعاب که آماده ساخته بدیم به ترتیب بندازیم. حرارت خاموش کنیم. کم بادرستان دوباره فرزش بدیم. در حرارت خاموش کوفته رو بهش انتقال میدیم. بعد از تمام کوفته رو که انداختیم حرارت روشن میکنیم. به این قسم بسیار یک شوربای مزه‌دار به دست میاد. تمامش را انداختیم. حالا حرارت روشن میکنیم. میمانیم شه بر حرارت ملایم تا تمامش پخته شه. 3 عدد کچالو را به این قسم دونست دونست کردیم. به ترتیب به داخلش اضافه میکنیم. آیسته آیسته همراه گوشت کوفته یک جای پخته میشه. هر وقت کچالو پخته شد کوفته ها مازر است. نمیخوای شور بتین، خودش جای خود پیدا میکنه. سرش میمونیم برای 35 دقیقه. بازو کچولو هم پخته میشه. گفتم یک شوربای مزه‌دار و عادی به دست میاد. جوش آمد. حرارت کم میسازیم. ببینیم کچولو پخته شده یا نه. بله، کچولو پخته شده. شوربا حاضر است. به کاسه می کشیمش.